اگر بخوایم محاسبه کنیم، درصدی از این همه ذوق به خاطر علاقمندی به نقاشی ماشین بود و درصد بیشتری هم به خاطر علاقمندی به ازدواج. نایلون جلوی بادو میگیره. بله. ما هم آلاچیقای اونا رو نایلون کشیدیم، هم برای خودمون با این آلاچیقا یه اتاق رنگ درست میکنیم. اون واقعا دیگه طاقت شکست عشق جدید رو نداشت. احساس میکرد دیگه قلبی برای شکستن براش باقی نمونده. خانمی کنی الان یه باره نری عجله ای از این خواسته بری کنی واسه شهابا. فقط دلم میخواد طرفم آدم باشه. از آدم بی‌معرفت بدم میاد، از آدم نامهربون بدم میاد. یلدا چه وقت دوست نداشت مانع شکل گیری دوباره ی ازدواج شکست خورده بشه؟ آخه کیه که ندونه این تصمیم مضحک یه جز این که یه جواب منفی دیگه ببره تو سابقه شهاب و خودمونو دست بندازیم هیچ حاصلی نداره. شما اگر تو این پادگان خدمت کنی تو همین تعمیرگاه کار میکنی. من راستش یه خورده دلم به یه چیزایی گرم شده. خانم یلدا میخوام وایسم بی ترس و نگرانی سربازیمو انجام بدم. اینجا یه قولایی دادن، اگه بشه تو کار خودم مشغول شم اینجا. حالا میخواستم بگم بازم برای من برید خواستگاری، از من ناامید نشید. شاه فکراشو کرد و جمع‌بندی کرد و جملاتشو آماده کرد و شماره یلدا رو گرفت و حرفشو شروع کرد. شاب از اینکه ارشد شده بود چندان شاد نبود، بیشتر نگران بود. هم خجالت میکشید که مقام تازه‌شو به افراد بگه و هم به طور جدی قصه‌دار بود که ارشد یحیی شده. شاب جون نمیخوای که برای کسی رئیس بازی در بیاری؟ سعی کن با اخلاق خوش به همه بگی ارشد شد. فقط خدا کنه یحیی بهش بر نخوره که تو ارشدش شدی. آقای فلک. با ببین کی اینجاست. خوبی؟ شما خوبی؟ خوبی. من چیزی ارشد شدم.
ارشد رو دوست دارم. ارشد همین باقی مانده. آها باز خوبه. فقط دوتا مسئله رو در نظر بگیم. یکی اینکه به هیچ وجه مغرور نشو، دوم اینکه هوای ما هم داشته باش. سه اینکه برو دست پینگ پونگ بزنیم. آقا بلد نیستم خیلی. برو بزن آقا. بده ارشد آقا را که آقا بخش باش. ارشد آماده؟ ارشد نامده ولی آقا بیا شما، من خیلی بلد نیستم. آره معلوم شد، بفرمایید. آره شب جون، من فرشیدی چطوری کجا بودی؟ همین دور بارتون دسته ها بشون. ما اینجایی ما؟ خیلی با سپای پرنده داره آکواریوم، خیلی با آره مستشکای باقی مونده هست دیگه. آره این میز پینگ پونگ. ببین این داستان بین من و تو محفوظه، این داستان ماشین. من الان یکم دست و بالم خالیه. آره باشه باشه فرار که نکنه. بسه در نکنه فعلا من میرم میرم. به نظر شما هنوز یحیی رو نمیشناسه. متاسف شد که چرا باید اینطور نسبت به یحیی مشکوک باشه. یحیی حتما از اینکه اون ارشد شده خوشحالم میشه. هیچی معلوم نیست. یه هم ممکنه بگه دمت گرم شهاب، تبریک میگم. شایدم یه هم مسخره‌ام کنه. هیچ رفیقی دوست نداره رفیقش در امتحان رفاقت مردود بشه. شهاب دلش نمیخواست یحیی رو امتحان کنه. شهاب حتی خودش آماده کرد اگر یحیی به اون خندید اونو ببخشه. بالاخره اونم غرور داره. اگه بخنده و بگه اینم شده برای ما ارشد، بازم عیبی نداره. حتما اعصابش به خاطر قهر جدیدش با یلدا خانم خورده که گفته. من ناراحت نمیشم. تو رو کجا بودی شما؟ دلنگرانت شدم. ما رو پیش جانم سروان بودم دیگه. جانم سروان قیاسی. یه جوری میگی جانم سروان قیاسی که انگار 20 ماه داری خدمت میکنی. باش رفیق شدی هوا تو داشته باشه دیگه. خوبه؟ من ارشد شدم. ارشد شدی؟ آره جناب سروان قیاسی گفت که ارشد باشم. ارشد چی؟ کجا؟ ارشد باقی مونده ها دیگه. یعنی همین باقی مونده ها که مایی؟ آره دیگه، هر کی که مرخصی نرفته میشه باقی مونده. منم الان از باقی مونده ها، یعنی ارشد منم هستی؟ ببین جناب سروان قیاسی گفتش که قبل از خواب باید یه سری پتوها رو بتک کنیم. نه الان ارشد منی؟ بابا این چه سوالی می‌پرسی؟ جالبه دیگه، می‌خوام بدونم الان ارشدی، ارشد منی؟ من نوکرتم بیخیال. اون پتوار چیکار کنیم؟ آقا تو الان ارشدی دیگه، بگی کف اینجا رو ته بکشینم، ته باید بگیر. نه من پتوی تو رو خودم هم تکون میدم. دمت گرم. من نگران بودم، گفتم الان سربازی رو چیکار میکنه؟ اما نه، خوبه. خودتو جمع و جور میکنی، به داد ما میرسی تو. ببین نخواب دیگه، اگه قرار پتوها رو بیایی تکون بدیم باید قبل از خواب این کار رو بکنیم. آم خودت گفتی پتوها رو میتکونه دیگه. ما بخوابیم. باش چشم. دم شما. تمسخر اگه قابل اثبات نباشه شاید بشه اونو با حس تشخیص داد، فقط شاید. اما در صورت تشخیص بازم جای سوال وجود داره که آیا درست حس کردی؟ آیا شاب وسواس گرفته بود؟ اونم دوست داشت که یحیی برای تکان دادن پتوها بیاد، هم دوست نداشت که نیاد. هم دلش نمیخواست یحیی به فرمان اون باشه، هم دوست داشت یحیی متواضع باشه. اون از رفیق مغرور میترسید. همیشه از این میترسیدم که یه روزی یحیی نتونه کسی رو بالا سر خودش ببینه. اما نه، اصلا فکرشو نکن. مگه با یلدا خانم که این همه حالت بالا سر داره راه نمیاد؟ پس اون خوش اخلاقه. این بدبخت انقدر آدم خوبی هست که به خودت بگی فقط خوب فکر کن. آخرین تماس شهاب برای یلدا باعث شد که یلدا احساس کنه هنوز این سفر کاملا بی خاصیت نبوده. اون هنوز امیدوار بود این سفر خاطر انگیز باشه. یلدا آخرین قراراش رو با خواهر فرشید گذاشت. علی علی
برات هست؟ بله. بفرم. برو، بودو، بودو. الان بابا هم میگم بیا. خیلی مراقب چشات باشی، چشات خیلی فرقیه. سلام علیکم. سلام، حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. سلامتی؟ دست شما درد. چیز قابلداری نبودم. والله بدون تعارف میگم. زنده باشی. خیلی هم چند خیلی خوب و خوش دست مردم خانم تو خیاط خوب. زنده باشی. شما لطف دارید. ان شاء الله که سلامت برطرف شده. الحمدلله. دعای خیر شما بهترم. خدا رو شکر. آقای شما یه شب اومد جور ما رو کشید. ان شاء الله بتونیم جبران کنیم. انجام وظیفه بود. خواهش می‌کنم. بازم قابلدار نبود. خواهش می‌کنم. علی بریم بابا. دریا، آتیشاتو که سوزوندی، بازی هم که کردی، غذا هم که خوردی، دیگه بریم پیش فرزانه جون؟ آیا خورده دیگه بازی کنم؟ نه دیگه، دیگه بسته، دیگه بریم. باش، بریم پیش فرزانه جون. فرزانه جون ما میای. خدا. دلت برای چی شور افتاده؟ از ترس یحیی؟ یحیی طفلی که ترس نداره. اون با روشای من مخالفه، با نیتام که مخالف نیست. ولی همین امروز دعوا کرد با هم. الان به فهم دعوا میکنه. برو بابا. یلدا محکم برو که ببینی دختره و شهاب به درد هم میخورن یا نه. دلت شوره بی خود نزنه. واقعا جدی تحقیق کن. اگه به درد هم نخوردن بی خیال شو. جای قشنگیه، خیلی جای خوشگلی بهت دادم. آره فقط حیف به خاطر که من برای کل امروزم برنامه ریزی کرده بودم تمرین کنم ولی نشد. مجبورم کلاس فردا رو لغوش کنم. آخه مگه میشه آدم بخواد جلسه اول کاریشو بدون تمرین و تمرکز بره سر کلاس؟ آها جلسه اولته؟ ای جلسه اولتونه؟ دریا یه خود دیر نیست واسه آماده سازی و اینا؟ چیکار کنم دیگه بالاخره؟ البته بگم من خودم تو همچین شرایطی بودم. یه مدت به دوم دبیرستانیا درس میدادم، شیمی و زیست و اینا، پا میشدم رفتم خونهشون بهشون درس میدادم. یه روز رفتم کلاس کنکور درس دادم، فکر کن کلاس کنکور، پا شدم رفتم سر کلاس جلو اون همه بچه دم، هیچی بلد نیستم درس دادم. زنگ زدم یحیی اومد سر کلاس. چرا انقدر خودتون دست کم میگیرین؟ دست کم چیه؟ علمم در همون حد دوم دبیرستان بود، بیشتر از اون بلد نبودم درس دادم. تا هم اگه جدا نشده بودی الان میتونستی زنگ بزنی شوهرت بره سر کلاس. ایشون که دیگه تدریس نمیکنه، رفته پیش پدرش. چرا؟ گفت منو برای تدریس نسختن. تازه میگفت تازه منم به درد تدریس نمیخورم. فکرشو بکنی. مهمان سر اونجاست. بفرم دریا جان. بیا از این بفرم. ببخشید من جلو تر میرم. خواهش میکنم. بفرم. کشف اولیه یلدا این بود. فرزانه صرفاً برای پر کردن خلأ عاطفی بعد از جدایی مایل به اشتغال و احتمالاً برای تدریس فرد شایسته‌ای نیست. یلدا جون عجله نکن، خوب سوال کن ازش. دریا بیا بگی بخ. بیا. نه امنه جون، من دلم میخواد نینی باشه. یعنی چی نینی باشم؟ خب دلم میخواد دیگه، من همیشه عروسکمو این شکلی میخوابونم. میفتی میفتی، بیا اینجا بیا اینجا. چجوری میخوابونی عروسکتو؟ این شکلی میذارم روی روپا میخوابونم. الان تو یعنی روپای من بخوابی؟ میخوابی؟ میخوابی؟ تو بخواب. بیا بیا روپای من بخواب. تو فقط بخواب، گرفتاری ما با خوابتو. بخواب. آفر. جون من دلم میخواد خودت ببینم. الان دیگه تلویزیون برنامهش تموم شده، دیگه هیچی نده. ببن ببن چشتو، چشتو ببن. یه خواب میره تو چشت. بخواب بخواب. آها ببن چشتو. آفرین. یه ذره حالت علمی ما تو این دختر ندیدیم. چشاتو ببن خواب توش نره. ببن
والا ما این همه استاد خانوم دیدیم، یکیشون اینقدر بی تفاوت به درس نبود، یکی از یکی دانشمندتر، یکی از یکی شایسته تر. باشی تو راه نمایی میفتی. آره منم افت کردم تجدید و اینا. آره خیلی مردود. چی؟ دوم دبیرستان. از دیپلم تا بخوای بری دانشگاه چقدر طول کشید؟ واسه من 2 سال. برای من 6 سال، چون 2 سال اولش درگیر چاقی بودم، خیلی افسرده شدم، بعد خودم رو نجات دادم. 4 سال طول کشید چون دوبار کنکور دادم. تو دانشگاه هم مشروط و اینا می شدی؟ آره. مقوله التماس به استادم که را من خودم انقدر به استادا التماس کردم واسه نمره غرورم صدم خورد. اصلا خیلی رایج بودم. سر کلاس چی؟ به استادا گوش می کردی؟ من دهن استاد همینطوره تکون میخورد، اصلا متوجه نمیشدم چی میگه. گوش خاموش، صدا تعطیل. منم همینطوری بودم، همینطوری بود. تخته رو تار میدیدی یا وازه؟ تار. آخه حواسم یه جای دیگه بود. کجا؟ کجا؟ پیش جلال. خوشحالی همیشه در چهره انسان‌ها قابل مشاهده نیست، به خصوص اوقاتی که این خوشحالی همراه با بهت و ناباوری باشه. یلدا هم مبهوت بود، هم خوشحال بود، اما در چهرهش بیشتر بهت بود تا خوشحالی. خوشحالی در دل یلدا بود. وای خدا رو شکر که روشن شدم. این دختره هنوز فکر و خیالش پیش شوهر است، هنوز پسر طرف حسابشه. اینا یکی بینشون رو بگیره دوباره عقد میکنن، میرن با هم سر زندگی. وای خاک به سرم، خدا نکنه شهاب هنوز تو فکر این باشه. فردا صبح پاشو برو در پادگان یحیی رو صدا کن و ماجرا رو بهش بگو. وسیله ارتباطی در ساعت شب تا صبح باعث میشه خیلی از اخبار فوری صبح زود به دست دیگران برسه. شهاب امروز قرار بود به مجرد بیدار شدن با یه خبر فوری روبرو بشه. خبر فوری اینه: شهاب عشق این دختره رو باید از کلش بیرون کنه. باشه.
سلام، خسته نباشید. سلام، سلامت. ببخشید من با سرباز وظیفه یحیی ریاحی می‌خواستم صحبت کنم، میشه تلفن بزنم؟ بله، خواهش می‌کنم. لطف کنید شماره 284 رو باقی مانده. ممنون. 284؟ بله، 284. حالا تا من بابت یه چیزی عجله دارم هیچ کی گوشی رو بر نمی داره. الان از کی عصبانی باشم که کسی گوشی رو بر نمی داره؟ از یحیی؟ همشون از دم گرفتن و خوابیدن و عین خیالشون نیست که تلفن داره زنگ میزنه. یحیی تقریبا تمام شب نخوابیده بود. شب قبل مرخصی ساعتی گرفت و از پادگان بیرون رفت تا با یلدا بحث و دعوا کنه. این تلفنش به هم زنگ میخوره، یکی هم نیست جواب بده. حتما یه مسئولی چیزی داره دیگه، ما که نباید جواب بدیم. گوش، این تلفن خودشو کش، چرا کسی جواب نمیده؟ کلافمون کرده، نمیدونم دیگه چیکار باید بکنیم. برای این تا میتونی جواب بدید؟ که الان گوشی رو بر نداشتم. هنوز نمیدونم با یحیی چجوری روبرو بشم. اخم کنم، لبخند بزنم، دوست باشم، دعوا کنم، محل نذارم، محل بذارم، قیافه بیام، قیافه نیام. خبر رو که بهش برسونم بعدش اگه دلخوری نکرد میگم بیا بریم بیرون با هم بشینیم، راه بریم، اینجا رو بچرخیم. چقدر ما با هم کم قدم زدیم. من به همین چند قدمم قانعم. چیکار می‌کنین دریا؟ پس یحیی جون چی شد؟ فعلا که جواب نمیده. خب از اول زنگ بزن. اون که آره، آره. وقتی یلدا پشت خط بود یحیی به یلدا فکر میکرد و همه قهرهای اونو مرور میکرد. تک تکشونو مرور کرد تا به خودش حساب میکرد که تا کنون چند بار ناراحتی خودشو کنترل کرده. یحیی همیشه سعی میکرد شاد و مسلط باشه، حتی حالا که رنجیده بود. آی عزیز، باقی مونده همه خوابن، نماز صبحشون که خوندن خوابیدن هنوز بیدار نشدن. من چطور برم بالا سرشون داد بزنم که یحیی ریاحی کیه؟ برای یحیی ریاحی که 20 نفر آدمو بیدار نمی‌کنن. بعدش هم یه یحیی ریاحی میگه دست در نکنه. بقیه من نفرین میکنن. من اون یحیی ریاحی هم از من دفاع نمیکنه. پشت سر من در نمیاد. یحیی ریاحی منم. شما یحیی ریاحی؟ باش. خوشم اومد. خواهش می‌کنم. دست شما در نکنه.
یحیی خوشحال شد از اینکه یلدا دوباره پیشش اومده. گمان کرد اون برای عذرخواهی بازگشت. سلام یلدا جان. عذرخواهی از اینکه یلدا دیروز اون و رفیقاشو به پادگان نرسوند. اما یلدا اخمو انتخاب کرده بود. پس بیا دم در، یه حرف مهمی باهات دارم. حالا تو بیا. یحیی که شاد بود اخمو مکدر شد. حالا طاقت اخمو نداشت. میام، اما قبلش باید مرخصی ساعتی رو بگیرم. میام. زودتر می اومدی؟ خیلی سریع اومدم. آخه مسئله سر اینه که آسایشگاه باقی مونده خیلی دور از اینجا اصلا دیده نمیشه. اون پشت این ساختموناست. بعدم باید مرخصی میگرفتم می اومدم. دریا جون چطوری؟ ها؟ شهاب کو. شهاب؟ خب تو آسایشگاه. باید یه پیغام بهش برسونی و قشنگ باید تعریف کنه. باشه. میگم صبحونه خوردی؟ نه بابا با عجله. خیلی خوب، اینجا یه دونه سالونه، سالن ملاقاته. چایی دارن، سغونه دارن. بریم بشینیم اونجا یه سغونه‌ای بخوریم. آره بریم. با عجله از مهمانسرای اومدم، چایی هم نخوردم، هیچی نخوردم، سردرد گرفتم. میریم سالن ملاقات. باقی مانده است. بفرمایید. ممنون. این پیغامی که از شهاب داشتی چی بود؟ ببین این دختره فرزانه که شهاب ازش خوشش میاد، همین خواهره هم خدمتیتون فرشید، این قبلا ازدواج کرده جدا شده ولی امکان داره دوباره برگرده، برای همین شهاب کلا باید این آکلش بندازه بیرون. همین. عجب، ممنون که اومدی گفتی. آفرین. کاش این فلاسگر رو آورده بودم، چای می‌بردم واسه خودم واسه برگشتن. خب سویش ماشین رو بده، من میرم فلکس میارم. یلدا معتقد بود یحیی اصولاً با آدمای خوشحال کاری نداره و همیشه میخواد دل آدمای ناراحت رو به دست بیاره که راحت بشن. پس ترجیح داد که ناراحت باشه تا یحیی دلشو به دست بیاره. خیلی ازت ناراحتم، دیروز با هم بد صحبت کردی. انقدر عصبانی بودم که وقتی بازون همایشی‌ها به هم زنگ زدن گفتم آقا دیگه با من تماس نگیرید. گفتن میشه با هم تشریف بیارید همایش، گفتم نه خیر نمیشه، چون میدونم تو با من هیچ جا نمیری. مرد باید با جذبه و جدی باشه. این جمله‌ای بود که بارها یحیی اونو تحلیل و ارزیابی کرده بود. اغلب اوقات اون تونسته بود این نظریه رو به نفع محبت تفسیر کنه، اما یحیی امروز همون تفسیر معروف از این جمله داشت. اون با خودش قرار گذاشت اگر یلدا تندی کرد با اون جدی و با جذبه باشه. نیمرو که دوست داری در یاده؟ به 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 چایی تو شیرین کنم؟ به
خوبی صبحونه هتل نیست اما به نظرم خاطر انگیزتره. نه هنوز داری به وعده خاطر انگیز کردن سفر عمل میکنی؟ هنوز؟ صبحونه رو بخورم سردردم خوب شه، مشاهرم بیاد سر جاش، باید برم تو جاده. اما به نظرم خاطر انگیز شد. تو اصلا بی خود مرخصی نایمدی تهران، بی خود ما رو کشوندی اینجا، ابتکار بی خود به خرج دادی. من الان حسابم از این خورده که چرا میخواستم این دختره رو واسه پسردایی تو درست کنم. تو باید قشنگ پا میشدی میومدی تهران فقط به خاطر اینکه آقا شهاب فرار نکنه از سربازی، موندی اینجا به خاطر اون. همایش پزشکی دعوت شدی نیومدی، باز به خاطر اون. اصلا بیا خودتو بکش به خاطر اون. الانم بیا برو مرخصی تو بگیر، من مطمئنم که میخوان ازت تقدیر کنن تو همایش، منم باید میام. اون همایش خواستن یه تقدیر از استاد من، منم که کاری نکردم، تو اون پژوهش دستیارش بوده. میدونی احساس میکنم اگه برم انگار یه جوری دارم خودنمایی میکنم، یه جور پشت سرم حرف در میاد که اومده خودشو نشون بده. خوب نیست دیگه. اصلا نشنیدی که گفتم منم باید میام؟ چرا؟ شنیدم، توضیح دادم که چرا نمیخوام برم همونیش. همین خیلی رفتارت زشته، خیلی. حداقل میتونسته بگی باشه به خاطر تو میام، هرچند من که خاطر ندارم، آدم نیستم، اهمیت ندارم که این همه را به خاطر تو پشدم اومدم اینجا. مرخصی هم داری، کارت همایش هم داری، اون وقت واسه من ادای آدمای متواضع و در میاری که چی؟ نمیخوام برم شرکت کنم تو اون همایش که داره از استادم تقدیر میشه، چون مردم فکر میکنن من خودنمام. میدونی چیه؟ فکر میکنم دیشب خوب نخوابیدی، یه کمی عصبانی هست. بس عصبانی ترم نکن، میبرو یه چایی بر من بریز، اینم برام پر کن. با اون شهابم صحبت کن، بهش بگو الان فکر نکنه عاشق شده، خبریه، نمیدونم حق باهاشه، دختره از شوهرش خوشش میاد، اینا با هم برمیگرد، اصلا فکرش را کلش بندازه بیرون. برو دیگه، برو اینو پر کن. باشه حالا، بد اخلاقی نکن، دهن منو با نکن آقای سفر خاطر انگیز. چشم باش، چشم. یحیی نتونست اون چنان که مایل بود جدی و با جذبه باشه، اما عصبانی بود و خوددار. و حالا مثل همیشه فقط دیگه مهربون نبود. باش برو، با هم بریم، شاید از من تقدیر کنن. اگه اونو بخوان تقدیر کنن که دیگه رفتن عیبی نداره. یحیی هرچه به خودش اصرار کرد موفق نشد که راضی به رفتن با یلدا بشه. اون از لطف غافل شده بود. دست شما درد نکنه آقای بابری. خواهش میکنم. بده شما. خدافظ، ما میریم. من برگه مرخصی دارم و میتونم باید بیان تا در ماشین. نه لازم نیست، خودمون میریم. فقط به شهاب بگی ها، همین الان بهش بگو. خدافظ. خدافظ. یحیی تو میتونست تا تهران با یلدا بره اما نره. اون بیشتر اصرار نکرد که حتی چند قدمی بیشتر با اون بره. باشه باشه. شهاب
بیدار شم. شهاب بلند شم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. آره بسم الله الرحمن الرحیم. چه چیزی شده؟ اعصابت خرابه. میذاشتی قشنگ بخوابم بعد بیدارم میکردی. قیافت یه جوریه. یه لیوان آب به هم میدادی بعد سرم هم میبریدی. بلند شو بیا حرف نزن. خواهی منو بزنی؟ چرا تو پرت میگی؟ خوب خوابیدی شیرین شدی؟ بلند شو. راجب عاشق ماشق شدناته. حالا هرچی هم میخوای بگی با زبون خوش بگو. چه غلطی کردم گفتم بیا پتو رو تکون بده. فرمانده که میگن داد میزنه سر آدم، فهمید من اوضاعم خرابه با من خوب حرف زد. تو که فامیلی آقای یحیی. ده بلند شو. چرا بایستدی؟ بابا من سردمه دارم میلرزم. باید میلرزم و سرد نسی؟ من سردمه میلرزم نمیبینی؟ میترسی؟ از سقوط میترسی بس همین میلرزم؟ از سقوط میترسم ولی الان سردمه. من برم یه چیزی بپوشم میام. چا واقعا میلرزی؟ اون میتونست لرز از ترس و سرما رو از هم تشخیص بده، اما ترجیح داد به یحیی نگه که از اون ترسیده. ترجیح داد به اون نگه که ترسناک شده. آقای یحیی نمیدونم میخوای چی به هم بگی، اما کدوم خبر مربوط به عاشق ماشق شدن من اینقدر میتونه عصبانیت کنه که اینطور با هم تون طرف بزنی؟ مگه من چی کار کردم؟ چرا من کار بدی کردم که اینقدر از من عصبانیه؟ یا هیچ وقت اینطوری نبود. من حالا برای یه پتو تکون دادن اینقدر حالش بد بشه؟ اگه من کار بدی کرده باشم خودمو نمیبخشم. شهاب با ترس پیش رفت. بیا دیگه. بگم خوب گوش کن، فقط گوش کن. یعنی وسط حرفات حرف نزنم ها؟ ببین حرف که هیچ، اصلا فکرم نکن، حواست رو جمع کن. خب ببین فقط میشه یحیی بریم اینجا بشینی، من اینجا بروش. ببین خواستم بیا اینجا چون چیزی که میخوام بهت بگم راجب خواهر فرشیده. این خانوم یک سال قبل ازدواج کرده، پس دیگه تموم شد. دیگه فکر کردم بهش تمام شد. پس دیگه تموم شد. دیگه من غلط بکنم بهش فکر کنم؟ ببینی که میگم ازدواج کردی یعنی عقد رسمی و محضری ها. تو دانشگاه این خانم همسرش رو دیده، همدیگر رو شناختن، همدیگر رو دوست داشتن، ازدواج کردن.
البته الان جدا شدم. این جدا شدن هم مثل الان فقط در موارد خاص و غالبا ناخوشاینده که شنیدن جدایی دو نفر ممکنه باعث خوشحالی کسی بشه. مست میشن. پس جدا شده. خب اگه جدا شده دیگه حل دیگه. اصلا بهتر. من این همه ایراد دارم، اونم این ایراد. پس به هم میخوریم. به به. این که خبر خوبی بود. منو یلدا. اگه با هم دیگه ازدواج میکردیم، یعنی عقد رسمی و محضری، هیچ بعید نبود که جدا شده باشیم تا حالا. اما خب به خاطر دوست داشتنمون، به خاطر عشق و علاقه، به خاطر پیوندی که بینمونه، مطمئنم برمیگشتیم. جدا شدن؟ گوش نمیدی من چی میگم؟ گفتم جدا شدن، اما احتمال برگشتنشون خیلی بالاست. خواب بودی یلدا خانم اومد دم در پادگان؟ منو صدا کرد، رفتم همه چیزو واسم توضیح داد، گفت که احتمال برگشتنشون خیلی بالاه. پس بفهم این که اگه بهش فکر بکنی بیغیرتیه. جواب گوش میدی من چی میگم؟ چی؟ گفتم جدا شدن. یه بار تکرار کن ببینم فهمیدی اصلا من چی گفتم. گفتی جدا شدن ولی ممکنه برگرد. بله. شاب لحظه به یادش افتاد که از خبری خوشحال شده که جای خوشحالی نداشت. اون به زشتی امید بسته بود. اون وصلت خودشو در جدایی دیده بود. از اون چه در سرش گذشته بود پشیمون شد. من با این انگشتم بشکن زدم. شنیدم که جدا شدم بشکن زدم. ناراحت نشدم که جدا شدم. متاسف نشدم. نیشم باز شد. بشکن زدم. فهمیدم که همه بدبختیام از کجا آب میخوره. از این بیفکری که برای هر چیزی بدون این که بفهمم ترسیدم، از هر چیزی فرار کردم، از هر چیزی غصه خوردم، یا برای هر چیزی بشکن زدم. آره من بشکن زدم. شاه واقعا خاک بر سرت که بدون فهمیدن بشکن زدی. شهاب خاک بر سرت که بشکن زدی. خاک بر سرت 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 بشکن زدی. آقا چی شده که بشکن زده؟ به من بگو. خاک بر سرم بشکن زدم. آبا یه بشکن زدی حالا تو چه میفهمی یه بشکن یعنی چی؟ خاک بر سرت بشکن زدی. 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 شهاب زده تو بود داشتی دو دعوار میکردی؟ خاک بر سرت بشکن. چه تیم؟ چه شد آقا؟ خاک بر سرت بشکن زد. آنماش آنماش صحبت میکنیم همه چی حل میشه. ما هم صحبت میکنیم حل میشه. چی نگران نباش. خاک بر سرت بشکن زد. آرامش خودتو حفظ کن. درست میشه همه چیز. کاشکی میشد منو بگیرن توی زندون کنن، یه مدت زیادی اون تو بمونم تا ببینم تا حالا چند تا از این بشکنو زدم.
گریه این بار شهاب از شکست عشقی نبود، اون از شهابی که اونو نشناخته بود شکست خورده بود. بهت میگم شهاب، آدمت میکنم، کاری میکنم که یادت نره که بشکن زدی.